سلام میگم به همه بینندگان و شنوندگان رادیو زمانه. من مشخصا سر موقعیت انتخابات و پس انتخابات بلژیک چند نکته رو خدمتتون عرض میکنم، قبل از اینکه به حالا ارقام و وضعیت ترکیب نیروهای شرکت کننده در انتخابات و احزاب و اینا برسم، بهتره یک موقعیت پیشا انتخاباتی بلژیک رو خدمتتون عرض کنم. واقعیتش اینه که فضای سیاسی بلژیک دقیقا به خاطر جامعه مشخصی که داره متأثر از شرایط سیاسی درونی و داخلی خودش و همچنین متأثر از شرایط جهانی اروپا و شرایط مشخص این روزهای جهان قرار گرفته بود و اینو اصلا نمیشه از فضایی که در انتخابات به وجود اومد جدا کرد. شرایط پیش از انتخابات در بلژیک واقعیتش اینه که مدت طولانی بود، یعنی از انتخابات 2019 به بعد فضای سیاسی بلژیک به نوعی به سمت راست چرخش کرده بود و رکوردهای شکسته شده بود که تاریخ بلژیک، تاریخ حالا نظام سرمایه‌داری موجود و حاکم در بلژیک به خودش ندیده بود. یعنی ظهور نیروهای جدیدی از لایه‌های پایین جامعه بلژیک که نمایندگان سیاسی خودشون رو پیدا کرده بودن و به نوعی افراطی ترین و حالا راست ترین گرایشات رو نمایندگی می‌کردن که تا پیش از اون حتی در دوره جنگ جهانی دوم در بلژیک سابقه نداشت و چنین چیزی قبل از دوره انتخابات اخیر در بلژیک به شکل وسیع در حال عمل کردن بود و اون چیزی که امروز ما از نتیجه انتخابات بلژیک و به زودی ترکیب دولت و مناطقش میبینیم دقیقا متأثر از چنین فضای درونیه. همونطور که احتمالاً اکثر شنوندگان و بینندگان عزیز میدونن، بلژیک که کشور بالا به سیستم فدرالی اداره میشه ولی به شدت جامعه پولاریزه شده ای داره که با مرزهای زبانی، فرهنگی و حتی شخصسازی جدا شدن این قسمت‌های مختلف. یعنی شما بخشی دارید که فلاندرز نامیده میشه و عمدتاً به زبان نیدرلند و فرهنگ مشخص و حتی شهرسازی مشخصی و نظم اجتماعی مشخصی زندگی میکنن و چیزی بیش از حدودش نزدیک به 50% بلژیکه و شما بخشی دارید به اسم والونی که فرانسوی زبانه و کاملا به لحاظ فرهنگی، شهرسازی، به لحاظ حتی سیستم آموزشیش متفاوته و این وسط خب بروکسل هم وجود داره به عنوان یک قسمتی که فقط پایتخت بلژیک نیست و یک منطقه مشخص چند زبان است، یعنی هر دو ترکیب رو در خودش داره و در این حال یک منطقه کوچک آلمانی زبان هم داره در مرز آلمان و بلژیک که بعد از جنگ جهانی اول به وجود اومده، ولی تعیین کننده اصلی شرایط سیاسی بلژیک این دو بخش اصلی هستن و بروکسل. و شما دقیقاً میتونید میزان راستروی یا چرخش به راست یا تفاوت‌هایی که در سطوح مختلف مثل مسائل اقتصادی، مسائل بعد از مسئله اقتصادی مهمترین مسئله مهاجرت و حالا مهاجر ستیزیه و همینطور سرکوبگری، سرکوب به لحاظ هم قوانین مدنی و فضای مدنی و همینطور سازماندهی جامعه که به نوعی با سرکوب همراهه، در بخش فلاندرز و بخش والونی و بروکسل تفاوت‌های آشکار مشاهده میشه و همین مسئله در رقابت بین احزاب هم کاملا نقش بازی میکنه و میتونه تعیین کننده هم باشه و همینطور اون ور قضیه هم باید دید که رشد مبارزات توده‌ای و شبکه‌های مختلفی از مبارزات بر علیه شرایط موجود هم هر اسم و به هر شکل و هر فرمی که انجام بشه دقیقا این تفاوت‌ها رو با خودش حمل میکنه. بنابراین اگر از موقعیت پیشا انتخاباتی بلژیک حرکت کنیم که وضعیت چگونه بود، ما با مسائل دیگری هم در چنین جامعه پولاریزه شده روبرو هستیم. یعنی ما با مسئله مثل جنگ غزه روبرو هستیم و مسئله فلسطین که دوباره در سطح جهانی به اصطلاح نمود پیدا کرده و مبارزات گسترده‌ای که اتفاقا در بلژیک به شکل بسیار به اصطلاح پایداری این مبارزات به فرم‌های مختلف انجام شد و شبکه‌های مختلفی از
نیروهای سیاسی علیه اون یا با اون در این مسئله دخالتگری کردن و البته باعث شد یه بخش بزرگی از اون نیروهای به اصطلاح پایین جامعه که با این شرایط احزاب سنتی و راستروی در جامعه مخالف بودن هم به نوعی خودشون رو بر بستر مسئله فلسطین در خیابان و در دانشگاه ها در محل کار و جاهای مختلف به اصطلاح نشون بدن که اشکال دیگری از سرکوب، اشکال دیگری از مقاومت رو توی جامعه اینجا به وجود آورد. همینطور از چندین سال قبل، یعنی بعد از انتخابات 2019 وقتی در بخش فلاندرن و بعد از اون در بخش والونی یا فرانسوی زبان گرایشات راست به سرعت رشد کردند و حالا در مجالس دولتی اونجا، دولت‌های منطقه‌ای اونجا تونستن به اصطلاح میزان زیادی از قدرت رو در اختیار بگیرن، یک نیروی در تقابل با اون هم دائما شکل گرفت که نه خودشو با احزاب اپوزیسیون درون دولت تعریف میکرد و نه اینکه اون انسجام و سازماندهی به اصطلاح مبارزاتی احزاب سیاسی و سندیکالیستی که در اروپا مشخصا در بلژیک و بعضی از کشورها مثل فرانسه سابقه و تاریخچه داره نمیتونست خودشو در این دو قالب تعریف کنه. دقیقا میخوام به این نکته برسم، اون چیزی که در فرانسه و کشورهای دیگه هم رخ داد در بلژیک هم نوعی از مبارزه به شکل جنبشی بدون اون مرزبندی های سیاسی حزبی و سازمانی شکل گرفته بود که حالا در فرانسه به شکل جلیقه زردها معروف شد، ولی در بلژیک هم به اون اسم و هم به اسامی دیگه چنین فرمی از مبارزه شکل گرفت که نیروهای چپ و کمونیست، آنارشیست، سندیکالیست و غیره ای که در اون چارچوب دولتی موجود و احزاب موجود و همینطور در چارچوب به اصطلاح بدون فرم و انفرادی نمیخواستن مبارزه کنن، شکلی از مقاومت رو در جامعه شکل دادن که این موضوع با موضوع فلسطین و جنبش مقاومت ضد اشغالگری و آپارتاید و ضد اسرائیل در بروکسل به نوعی کلیک خوبی به هم دیگه خوردن و تونستن به یک هم‌افزایی داشته باشن. در چنین فضای انتخابات 2024 در بلژیک شکل گرفت که البته پیشبینی خیلی از حالا رسانه ها و همینطور کسانی که دنبال میکردن این اوضاع رو این بود که راست افراطی سیطره مطلقی پیدا کنه، اون هم از زاویه افراطی ترین شکل خودش. در بخش فلاندرز شما با دو جریان راست ریشه دار روبرو هستید که اینها امروزه در صحنه بلژیک نقش تعیین کننده دارند و قاعدتا در شکل‌گیری دولت آینده بلژیک، در اپوزیسیون به دولتی بلژیک و همینطور در رابطه با نیروهایی که در اروپا از طرف بلژیک نقش ایفا کنند، این دو حزب راست افراطی تعیین کننده. حزب اصلی به اسم NVA یا به انگلیسی NVA هستش که یعنی یک اتحادی از جریانات ناسیونالیستی فلاندرزی رو با خودش نمایندگی میکنه و در واقع بخش اصلی و بدنه اصلیش تکنوکرات های راست و ناسیونالیست فلاندرزی هستن که هم پیرایش جدایی طلبی در اونها قوی هست، هم که نمونهش مثلا در پوژدمون کاتالان هستش و متحد اینها هستن و هم گرایشات طبقه متوسط رو به بالای ملیگرای فلاندرز رو نمایندگی میکنه که خب بسیار میتونید در نظر بگیرید که بسیار گسترده است و همینطور در کارگران بلژیکی که به هر حال از موقعیت شغلی خوبی برخوردارن هم اینها پایه مشخصی داشتن. این حزب در دوره قبل حزب اول در منطقه فلاندرز شد، در این دوره با اینکه کرسی‌های زیادی از دست داد ولی کماکان حزب اول در منطقه فلاندرز باقی موند و حزب اولترا راست، یعنی حتی از اینها راست‌تر، حزب کاملا فاشیستی که ریشه های تاریخی در به اصطلاح کارگران بیکار شده فلاندرزی به نوعی حتی شاخه مسلح داشتن و همینطور ضد بسیار مهاجر ستیز و عملا به لحاظ اقتصادی یک کاملا ضد این داستان گلوبالیزاسیون اروپا و اروپای متحد هستند و اینها حزبی هستند که همه انتظارشون اولین حزب بشه ولی اینها با 1% اختلاف حزب دوم شدن. قطعا
شاید برای خیلی جای خوشحالی باشه، ولی خطر اینجاست که دو تا از بزرگترین نیروها این دو حزب هستن، یعنی با اختلاف 1% این دو حزب کل قدرت در فلاندرن و همینطور در کل بلژیک و اینا میتونن تعیین کنن و عملا احزاب دیگه با فاصله بسیار زیادی از اینا قرار دارن، بسیار زیاد به معنی 10% 15% که چنین چیزی در منطقه والونی یا فرانسوی زبان به عمدتاً به فرمیه که یک حزبیه به اسم ML یا که این حزب عمدتاً تقریباً شبیه همون NVA فلاندرز هستش و گرایشات ناسیونالیستی رو نمایندگی میکنه و اینها حزب اول شدن. یعنی شما میتونید در رابطه با کشور بلژیک در دولت فدرالش هم تصویری داشته باشید از سه تا حزب، یک فرانسوی زبان، دو نیدرلند زبان، که بالاترین میزان رأی ها رو دریافت کردن و همینطور فاصله شون با احزاب دیگه بسیار زیاده. البته موضوع به این سادگی هم نیست، چون بلژیک کشور فدرالیه و ائتلاف لازمه برای تشکیل دولت که به میزان خاصی از به اصطلاح درصدها نیاز هستش، کماکان این کشمکش وجود داره، ولی فکر کنم همین میزان بیانش کافی باشه که نشون بده در چه سطح بالایی جامعه بلژیک پولاریزه شده و جامعه بلژیک به سمت راست چرخیده و همینطور تا چه حدی احزاب راست به لحاظ همین قدرت دولتی موجود و سازوکارهای موجود دارای اختیار عمل هستند. برای اینکه مشخصا برگردیم به اولین نتیجه‌ای که بعد از انتخابات حادث میشه، حاصل میشه و احتمالاً خیلی از شنوندگان و بینندگان عزیز در کشورهای دیگه هم با چنین موضوعی روبرو هستن، داستان مهاجرت و مهاجر ستیزی و داستان چگونگی قطع کردن این سیل عظیم انسان‌هایی هستش که از جنگ و تجاوز و بیخانمانی و تغییرات محیط زیستی که به طور مشخص اروپایی‌ها درگیر اون تغییرات هستن به سمت اروپا میان و قرار اون شریان بسته بشه، مرزهای اروپا بسته بشه. داستانی به اسم فرونتکس که احتمالاً همه در جریان هستن چیزی هستش که کاملا این سه حزب بزرگی که معرفی کردن و معرفی شدن، اینها مخالفین یعنی موافقین اون فرونتکس هستن و کسانی هستن که به شدت خواهان اخراج و به اصطلاح طرح‌های بسیار وحشیانه‌ای برای از بین بردن کمترین امکاناتی هستش که برای مهاجرین در این کشور وجود داره. و جالب اینجاست که احزاب کوچکتر دیگه‌ای که کمتر رأی آوردن و احتمالاً در دولت‌های ائتلافی باید با این احزاب بزرگتر مؤتلف بشن یا با یکیشون مؤتلف بشن و دولت رو شکل بدن، اینها هم به این شکله که اکثرشون موافق اون فرونتکس هستن. یعنی اولین تصویری که برای من بعد از داستان انتخابات در بلژیک هست، یک فضای بسیار سرکوبگرانه علیه مهاجرت، مهاجرینی که اینجا هستن و خیلی عظیم انسان‌هایی هستن که هنوز حتی برگه اقامت ندارن، یک برگه کوچک برای دریافت خدمات بهداشتی ندارن و و و غیره، که فکر کنم تو همه کشورهای اروپایی چنین پدیده‌ای وجود داره. در کنار این میتونم به اینم اشاره کنم برای اینکه بحث به جایی هم برسه که تمام تصویر اینی نیستش که تا اینجا سعی کردم ارائه بدم، یعنی وضعیت اوج گرفتن نیروهای راست، ترکیبی که میخوان شکل بدن برای ارتجایی ترین فرمی از دولت‌های کپیتالیستی سرمایه‌داری در اروپا که میتونه در همکاری و به اصطلاح سینرژی بخشی به نیروهای مشابه خودشون در کشورهای همسایه و اروپای غربی میتونه شکل بسیار خطرناک و بسیار عجیبی رو از اروپا نشون بده و همه ما باید این روند رو دنبال کنیم و به آخرین بخش تصویر بیشتر دقت کنیم، اونم مبارزاتیه که علیه چنین وضعیتی وجود داشت و الان داره اوج میگیره. این گونه نیستش که تمام این فضای سیاسی به وسیله نیروهای ارتجایی اشغال شده باشه. هم کشورهای دیگه و همینطور مشخصا در بلژیک از پیش از انتخابات ما شاهد گسترش مبارزات همبستگی با مهاجرین، همبستگی با فلسطین، همبستگی فلسطین و مهاجرین با یکدیگر علیه دولت‌های ارتجایی اینها بودیم که این موضوع در روزهای قبل و بعد از انتخابات بسیار شدت گرفته مثل کشورهای دیگه، و شاهد این هستیم که در موقعیتی که هنوز دولت قبلی
به اصطلاح جای خودش رو به دولت جدیدتر نداده، چگونه جامعه دستخوش تحول و به اصطلاح تکاپو شده و حتی در محیط‌های مختلف شاهد مکالمات دیگری از مردم هم هستیم، مردمی که لزوماً مبارز خیابونی نیستن یا حامی مهاجران نیستن، ولی هم به نوعی ترس و هم به نوعی اینکه باید جلوی این راستروی رو گرفت ما شاهدش هستیم. چیز دیگه‌ای که رخ داد تا حالا تو بلژیک، کشوری که به شدت همه چی سازماندهی شده، یعنی نیروی کاری در بلژیک وجود نداره که عملا در یک سندیکا یا چیزی سازماندهی نشده باشه. در این کشور برای اولین بار از یک جمعیت حدود مثلا 11 میلیون بیش از 1 میلیون، حالا از جمعیت حدود 8 و خورده این واجد شرایط رای دادن، بیش از 1 میلیون رای ندادن. این رای دادن در بلژیک که کشور حالا اروپای دموکراتیک به نوعی هست اجباریه، و این رای ندادن به بهای حتی جریمه شدن، به بهای حتی توبیخ شدن، موضوع حالا حداقل در سطح جامعه اینجا موضوع کوچیکی نیست. بخش بزرگی از کسانی که رأی ندادن عمدتاً افراد جوان تو سنین دانشجو و تازه دانشجویانی هستن که در واقع سنگر مبارزه با فاشیسم و مبارزه با راستگرایی در بلژیک، حمایت از جنبش‌های رهایی بخش، حمایت از جنبش‌های آزادی بخش کشورهای دیگه مثل فلسطین، مثل حالا سال قبل ایران و اینها هستن که در صف اول قرار دارن و اینها هستن که با اشغال خانه ها، مکان ها برای مهاجرین بدون جا و مکان و اقامت و بدون برگه اقامت فضای فراهم میکنن که خودشونو حفظ کنن و حتی در سازماندهی سیاسی اونها درگیر هستن. بنابراین صحبت رو کوتاه کنم، به اینجا میخوام برسم که فضای سیاسی بسیار بدی شکل گرفته، فضای سیاسی که در ترکیب با کشورهای دیگه قاعدتاً به سمت خوبی نخواهد رفت و فضایی که نیاز به نوع دیگه ای از مبارزه، نیاز به نوع دیگه ای از سازماندهی رو میطلبه. بخ حداقل در این دوره چنین نسیم خوشی از جانب جوانان، از جانب نیروهایی که نمیپذیرن چنین وضعیتی رو داره میوزه و باید بهش خوش آمد گفت و سعی وافری کرد که چنین نیروهایی رو بشه در فضای انترناسیونالیستی قوی تری با یکدیگر درگیر کرد، وگرنه امکان مقاومت در مقابل هیولای فاشیسم و هیولایی که میتونه جهان رو کلا تغییر بده وجود نداره.